سلام، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز در خدمتتونیم با عمو سپ مایرز. آجی این صدای خیلی بد معروف شده. کدوم؟ ستونم. آره دیگه، لفظات همه معروف میشه. اینقدر ما چی شل حرف نمیزم، احساس میکنم خودم هم ادای خودم رو دیگه در میارم. همه دارن در میارن. این بدنه که دیگه جهانی شد. ایناست که ایناست. ولی این بدنه من خودم یکی از دوستان دزدیدم، ولی جهانیش کردم. آره دیگه، جهانی شد واقعا. توی ایران هم توی تلویزیون و اینا میگفتن این بدنه رو. همه جا دیگه میگن الان، دیگه همه لفظ شده. تو سریال ها من دیدم چند بار. آره. لفظ خوبیه خدایی. آره. لفظ مؤدبانه هم هست، میتونن بکاره. آره. اینه که خوبه. عمو رو به زور خف کردیم. داره میره امشب کجا؟ سوتونم کف کانادا دارم میرم. یکی از دیرترین پادکست هاست ولی عشقی ترین پادکست ها هم هست. دیگه حال داده به ما اومده اینجا. سوتونه منی، میبوسم ببوسم. عاشق منی. اگه فضا ویدیو نبود میبوسم. فضا این ویدیو نیست، یه پلتفرم دیگه. آفرین پلتفرم هایی که بقول سامان با وی پی ام باز میشه فرق. چقدر بحث پلتفرم داریم امروز. او بریم تو پلتفرم. ولی اسم این برنامه کنکاشه و این تایپ برنامه رو نداشتم تو چنلم پادکست. خیلی خوب شد که با تو گرفتمش. اسمش خیلی ولی آره قراره یکم تو مارکت کنکاش کنیم با هم دیگه، ببینیم چه خبره. ایناست که شما هم مثل ما امسال تصمیم گرفتیم به صورت مستقل کار کنیم، خودمون آهنگا رو از پلتفرم‌های حالا بین‌المللی پخش کنیم و یا پیش فروش کنیم. شما هم فکر کنم همین تصمیم رو گرفتین، درسته؟ آره، ما هم آلبوممون رو مستقل پخش کردیم، ولی فکر کنم باحال باشه بحث کنیم راجع به مثلا خوبی‌ها و بدی‌های هر کدوم. چرا این کارو کردین اصلا؟ دلیلش چی بود؟ ببین، خب من از طرف بقیه حالا فقط نمیتونم صحبت کنم، از طرف خودم بیشتر میتونم بگم، حتی از طرف بقیه میدونم. اولا خب یه ذره راحت‌تری به خاطر اینکه تصمیم‌های خلاقانه و تصمیمای کریتیو کارتو خودت میتونی 100% روش اختیارات داشته باشیم. حالا نه که لیبل بیاد بگه دقیقاً چی کار کن، ولی خانه‌ها تاثیر میذاره دیگه، سیاستاش چه نظر پخش کنار کی کارتو بذاره. میدونی ببین من مشکلی که دارم اینه که قضیه پلتفرم با لیبل قاطی شده. میدونی یعنی دیستریبیوشن خارجی این شکلی نیست، یعنی یه چیزی پلتفرمه که اسپاتیفای، یکی دیگه لیبله که آهنگا رو حالا به سبک خودش پرودوس میکنه از پلتفرم پخش میکنه. خب اینجا یکم کار این دوتا تو ایران قاطی شده، یعنی رادیو جوان هم نقش لیبل رو میخواد بازی کنه هم نقش پلتفرمو. خب نمیتونی چون لیبل آرتیست داره. آره. بعد سلکتیو میشه قضیه. میدونی نگاهشون به آرتیستا، خب وقتی یارو داره با خودش 100% همه کارو میبره جلو، قاعدتا نگاهت سلکتیو تره، برای اون بیشتر مایه میذاری. تو نمیتونی هم یه پلتفرم منصف باشی هم یه لیبلی باشی که آرتیست داری همزمان. چرا من فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه اگه تصمیم درست باشه و آرتیستای خوب. آخه میبینی رادیو جوان یه دیتابیس گنده است به هر حال، خانه‌ها یه آرشیو خیلی گنده است از موزیک و اون خیلی اکسس و دسترسی خوبی داره که استعدادا رو پیدا کنه سریع و اگه جهت بده و سرمایه گذاری کنه به نظر من میتونه لیبل موفقی هم باشه. جهت درست دیگه. خب میدونی ولی... کی میتونه تصمیم بگیره که جهتی که به آرتیستاش میده درسته یا نه؟ میدونی یه هیئت مثلا موسیقایی 4 نفره هم نیست که من بگم مثلا تو میگی نیاز به همچین چیزی هیئت موسیقی، حداقل یه فیلترینگی باشه که 4 نفر حداقل موسیقی سر در بیارن. میدونی مگه مثلا چقدر از موسیقی میدونن اعضای رادیو جوان که برای یه مارکت به قول تو به این بزرگی تصمیم بگیرن و جهت بدن، اونم تو نسل جدید. میدونی الان آهنگاشون شبیه قدیمی‌ها میخواد بشه، در صورتی که خب اونا بودن دیگه. میدونی چی میگم؟ خودت هم میدونی سبکی که دارن. میفهمم. آره سبکی که خب البته این 100% هم نیست، سفید و سیاه نیست. خیلی هم مثلا همین پروداکشن لول مثلا همین کارهایی که تو سبک 6 و 8 میزنن هم خب بهتره خیلی از اون لول قبل، یعنی یه سری جاها هم درست رفتن. ولی اینی که تو میگی سلیقه موسیقیای ما رو ببره به قبل رو قبول دارم، یعنی خود اون آرتیستا به نظر من سلیقه‌شون مدرن تره از چیزی که مجبور میشن تو لیبل کار کنن. چون میگن منم نمیگم تقصیر رادیو جوانه، رادیو جوان کاملا بر اساس مارکت در تصمیم میگیره، ولی مارکت امروز به جای اینکه بگه آقا مردم اینو الان میخوان ولی خودشون نمیدونن که اینو میخوان، باید اینو بهشون بدیم. ببین آخه مارکت امروز یعنی مردم که الان تو ایران دارن آهنگ گوش میدن
نظرسنجی نمیشه واقعا بینشون که. من میگم چرا سلیقه یک نفر یا یک جهت باشه؟ چرا دیگه نظرسنجی تو خود ویوهای آهنگاست. ببین آخه یعنی اونم فلان آهنگ الگوریتم داره. ببین اگه پلی لیست ها رو مردم تولید میکردن، خب مثل اسپاتیفای هر کسی برای خودش میتونه پلی لیست بزنه، اصلا یه طرفدار پیدا کنه پلی لیستش. اوکی اون موقع هر آهنگی که بیشتر توی این پلی لیست ها گوش میشد میومد چی؟ صدر جدول خب تاپ چارت خود اسپاتیفای. اوکی اینجا این قضیه این شکلی نیست. اینجا پلی لیست رو خود پلتفرم تولید کرده، توی پلی لیست خودش چارت رو چیده. خب وقتی که تو هی بچینی یه سری آهنگا رو اول ناخودآگاه میاد بالا. ناخودآگاه میاد بالا. آره دیگه. ولی از اون ورم اگه کار ضعیف باشه بالا نمیمونه تو ترند. نه من دور و بریام که میان از ایران خیلی مقاومت میگن اینجوری نیست. فلان آهنگ که اوله. آره اینم من خیلی قدیم من نشیدم میگه تهران رفتن. شاید هم نمیدونم مخاطبای ما فرق میکنه. آفرین اینم خیلی شام. طبیعتا اونام لیبل خودشونو میخوان پروموت کنن، چون میگی تو همون بخش دیستریبیوشنشون از لیبل آرتیست های لیبل خودشون حمایت کنن. ولی اینی که به سمت 6 و 8 رفته، میگفتم شاید مردم خواستن که بره به سمت این داستان. این موزیکای 6 و 8 شدنه یا اینکه نه مثلا لیبل حالا رادیو جام یا هر لیبل دیگه یه دیده خیلی لس آنجلسی و محدودی هم مردم ایران داره اینا رو پرودوس میکنه. من حالا به غیر از بحث سبک و اینا واقعا زیاد دشمنی هم با سبک 6 و 8 ندارم. هر کی یه سلیقه‌ای داره. اوکی ولی خود پلتفرم رو بخوام بهت بگم از ایرادایی که داره نسبت به پلتفرم‌های خارجی، تو تایم پخش میگی آرتیست اصلا اگر 4 هفته قبل روی هر پلتفرم اینترنشنال بخواد آهنگ بذاره، هر تاریخ و هر ساعتی که دوست داره میتونه آهنگشو پخش کنه. یعنی فرقی نمیکنه چون فلانی داره آهنگ میده من دیگه آهنگ ندم. میدونی چی میگم؟ آره چرا ما هی باید تایم اصلا این تایم پخش قضیهش میدونی خیلی برای من حل نشدنیه. یعنی میگی که نباید هم آهنگ باشن با هم دیگه که با هم دیگه نیا توی اصلا من شاید دوست دارم سالی 20 آهنگ بدم، فلان آرتیست دوست داره 4 تا آهنگ بده. میدونی آره چی میگم؟ چرا من باید وایسم که اون مثلا اون 4 تا آهنگشو بده با یه فاصله؟ اینا دارن که مثلا یکی میره صفحه اول میره تو دید. خب اون برام محدود اسپیسه. خب ولی اون دو نفر که توی یه تایم برن اونجا نمیتونن جفتشون صفحه اول باشن واسه این شاید. خب اصلا صفحه یعنی برای اینکه بتونن پروموشن بهتری بکنن شاید میگن. میدونی من میخوام دو طرفه واسه صحبت کنیم. آره ببین خیلی نمیشه خودمون انتخاب کنیم حتی ساعت. آره اینم غیر حرفه‌ایه. اینا همه چیز غیر حرفه‌ایه و همه مهمتر استریم. اون درآمدی که اون آهنگ داره. من میخواستم بگم یعنی میگفتی که دلایلی که مثلا چرا آلبومو ندادین بحث اینه که خب رایتس و حقوق آهنگ وقتی که میدی میره دیگه هیچی نداری. یعنی تو نمیتونی ریویو درست رو اون آهنگ بری میکشنش پایین. من یکی از آهنگای خودم تو یکی یوتیوبام پلی شده بود کشیده بودنش پایین. من همین مشکل رو داشتم. رها همین مشکل رو داشت. اونام حق دارن برای قراردادی که اصلا اونجوری درآمدشون هم راهه، ولی منصفانه است نیست به خاطر اینکه اصلا به عنوان رایتینگ و توی که موزیکو نوشتی باید یه درصدش همیشه برای تو باشه دیگه. اون که لیریکو نوشته، کامپوزیشن آهنگ فلان، اصلا اون حالت درآمدزاییش خب از همون ادزی که داره یا اون اکانت های پریمیومی که حالا مردم میگیرن دیگه. خب درست. اونم باز روی ترافیک دیگه، یعنی با هر درست. کشوری هر آی پی با اون کشوری که اینترنت رو ارائه میده بالاخره یه چیزی رد و بدل میشه. خب خب این همه جای دنیا با آرتیست شیر میشه، ولی توی ایران نه تنها شیر نمیشه، خب در ازای مثلا یه مبلغی که خودت هم میدونی واقعا در مقابل اون درآمدی که داره آهنگ ناچیزه. حالا باز اینایم که ما پول میگیریم، اونایی که پول میدن چی؟ کلی آدم پول میدن. اونم یکی از غیر حرفه‌ای بودنه این داستان. اینم تقصیر اون سایت من نمیندازم. مارکت انقدر ایراد داره، راه درآمدسازی نداره که اون سایت مجبور میشه خلاق شه. همون سایت خب کلی هزینه کرده مثلا برای حتی من، یعنی منو توی مثلا کنسرت ها آورده، ویدیو برام هزینه کرده، ولی به همه حق و حقوقم نرسیدم. چرا؟ چون اصلا مارکت درست نیست. ببین واقعا خیلی بیشتر میگرفتی نسبت به چیزی که الان گرفتی ازشون. به نظر من باختی که ما دادیم توی اون و رایتس تمام ببخش مثلا رایتس تمام پلتفرم‌های خارجی رام از ما گرفتن. یعنی آره دیگه، یعنی ما اون به قول تو آهنگ رو نمیتونیم بزنیم حتی روی ویدیو یوتیوبمون. آره. یه بیت خالیمون رو نمیتونیم. تو طول زمان الان که من دارم این کارو میکنم، مثلا اولش میگفتم با برای چی حالا پولی نمیده، ولی مثلا وقتی تو طول زمان این کارو میکنی یهو میبینی 40 تا آهنگ 30 تا آهنگ، بعد یهو میبینی ماهی داری یه مبلغی برات میاد خانه تا سال ها. یا بعضی موقع خودشون میان یه مبلغی بهت میدن برای یه آهنگی چون رایتشو داری، یهو یه فیلمی استفاده میکنه نمیدونم. دقیقاً این چیزا هم هستی.
رایتسو داشتن خیلی کمک میکنه، ولی متاسفانه آرتیست های ما چون نیاز به کش دارن، کش لحظه‌ای چون بالاخره تو مدت زمان میده اون کشو ترکت میده. آره، ولی خب اون لیبل هم واقعا داره ریسک میکنه، داره توی یه بخشی سرمایه گذاری میکنه که خدا میدونه چی میشه، میدونی؟ آره دیگه، نمیخوام طرفداری ازش انتخابی شاید برای بعضی از آرتیست ها این سیستم جواب میده، ولی احساس میکنم دیگه برای خیلی ها جواب نمیده، چون خودشون یاد گرفتن مستقل کار کنن دیگه. حالا گوش دادن مستقل چجوری راحت اسپاتیفای داشتن تو ایران و اینا؟ ببین یه طرف قضیه هم مردمن، یعنی اینو بگم، یعنی همیشه همه چیزو نمیشه تقصیر پلتفرم حالا رادیو جوان داد، واقعا اونا هم تا الان هم زحمت کشیدن برای بزرگتر کردن مارکت، ولی خب آرتیست ها هم خیلی حق دارن دیگه، میدونی چی میگم، تو بزرگ شدن این لیبل این پلتفرم. ولی مردم هم از اون ور اگه حمایت کنن آرتیستشون، چه میدونم از هر جایی که خود طرف میگه، شاید دوست داره اصلا بذاره تلگرامش طرف، اگه جوری میشه که مردم پول ندن، من اینو خیلی بیشتر دوست دارم. میشه خب ادز ببینن یا یه مدلی بیزنس مدلی، چون پول دادنه اولا که تعداد ترک خیلی زیاده، واقعا پول نیست، 60,000 تومان ماهی، واقعا 60,000 تومان زیاد نیست، ببین زیاد نیست، ولی الان تو شرایط اقتصادی من روم نمیشه مردم میگم پول ترک منو بده، چون یه سوال دارم، من یه سریال نمیبینن رو پلتفرم ایرانی، فیلمو داره 200,000 تومان میگیره، برای 500,000 تومان میدم ماهی. ببین تو هم خب ببین به فرهنگ احترام میذاری. نه 500,000 تومان نه، 20 دلار میشه چقدر؟ 20 دلار میشه چرا دیگه 600,000. 600,000 تومان ماهی تلویزیون. ببین حالا همین رو میخوام بگم، یه بازی فقط برای اینکه ببخشید حسین پاک دلو ببینم مادر ناصرالدین شاه رو توی فاکین جیران دیده، تو جیران میبینی راه میبینی، حسین پاک دل نباید 20 دلار باشه ماهی، قبول داری؟ مگه دنزل واشنگتن راجی، ولی چیز ارزونتر رو نتفلیکس میدونی، همون یعنی حسین 80,000 تومان 75، یعنی حسین اشد 77 لیرا البته، آره بازم میشه 150 تومن، بازم از حسین پاکتل نامرد ارزونتره، یعنی لکاساد پاپل میتونی ببینی، حسین پاکتل رو نمیتونی ببینی، حسین پاکتل از این هست زیاده. ببین حالا من میگم با ادز ببینم اوکی، ولی یه سری از دوستای خودم خب کسایی که حالا کاره مثلا بلاگری و اینا میکنن اوکی، من دیدم که نه آهنگای منو، خب آهنگ طرفو خوششون میاد، یه آهنگی میزنن روی مثلا یه استوری اینستاشون، بعد استوری بعدی میزنن از این آهنگ خوشت اومد بیا چنل تلگرامم، خیلی بده این کارا، خیلی اینا کثیفه ها، ببین اون و مردم هم میتونن این شکلی مثلا میدونی این چیزا رو حمایت نکنه، از تلگرام گوش ندن، همون سریالایی که تو واسه 600 تومن هزینه میکنی همش توی تلگرام هست، خیلی خب زشته. بعد یه دونه از همین بازیگره همین سریالای زیرش هم تبلیغات چسب زخم و ویرا آهنگ کوروش گذاشته بود هیاهو رو تو چنل تلگرامش، ای داد خب می‌بینی جین آمد، ما هم می‌تونیم بریم ببینیم، ولی زحمت می‌کشی اینجا آفرین، بعد دیگه تو چنل و سیبیل زیرش هم قرص جنسی کردم پشت این صندلی، اتفاقا تو همون پیج قرصای لاغری هم داره زیرش نه ولی مثلا ماها خیلی بی‌شرمانه تو اینستا تبلیغ میکنیم، مثلا مهران غفوریان فوت کرد، بزرگ شمع تولدش رو فوت کرده بوده، خب داش بده دیگه، یا مثلا بعضی چیزاش خیلی بده، مثلا یکی حالا یه مشکل خانوادگی داره بزرگ تیتر میزنن، بعد میری تو ترول تبلیغ لاغری دکتر آره، فلانیه آره، آره، مثلا میگه من 40 کیلو کم کردم، نوید محمدزاده گفتش بیناموس چرا این کارو کردی، بعد یهو میبینی دکتر نمیدونم ایزدی رژیم داد، داداش وسط نوید محمدزاده، یعنی خیلی بی شرمانه تبلیغ میکنی، یه سری جاهاش که واقعا اصلا دیگه من میگم آقا خیلی بی شرمی، مثلا این اصلا مثلا مرگ یکی رو تبلیغ میکنن توش، آره ترول میکنن فاکتا به یکم، نه اینستامون یکم وحشیه خیلی، اینستامون خیلی، ولی توی یوتیوب کامیونیتی بهتره، من پست تسلیت رفته بودم برای یه بنده خدایی، کامنت زده بودن که واسه اسرائیل پیام نداری، یعنی لول یزیده تو رقم داره، خب مردم اونجا خودشون خالی میکنن، اون یه کنترل نشده است دیگه، از بس خارج شدیم، آره ببین نه ولی عباس پلتفرم بگذاریم، خب دیگه نمیخوام زیادم جنجالیش کنم و ادامش بدم، ولی خب میگی راه چیه؟ راه اینه که فروش مستقیم آثار باشه، خب ما الان رفتیم سمت همین قضیه، خب اینو نگفتیم، دسترسی چیه تو ایران دارن؟
خب با فیلتر شکن که معلومه که داره. خب آیا مثل آیا یوتیوب چه جوری دارن الان میبینن این ویدیو رو؟ خب راحته مثلا همین یوتیوب میوزیک هم میتونن راحت پریمیوم کنن. من خیلی هستم من دایرکت میدن که خیلی خیلی راحت تر از اسپاتیفای برام چون فقط وی پی ان رو وصل می‌کنی آهنگو گوش می‌دین. دیگه قطع هم نمیشه. یوتیوب میوزیک هم آره بعد میتونی دانلود هم مثل اینکه بکنی. خود اسپاتیفای هم اگه پریمیوم کنی میتونی دانلود کنی وقتی که آفلاینی گوش بدی اصلا. مشکلی نداره. ولی کیفیت اسپاتیفای هم بالاتر یوتیوب میوزیک نه. ببین فکر کنم ویو میذاره. آره. خب رفتیم یا آنتراک برگشتیم. کجای بحث بودیم؟ دیگه اون بحث لیبل عوض کنیم و پلتفرم رو تمومش کنیم دیگه. بریم رو بحث بعدی. آقا حق پرودوسرها رو تو ایران ادا میکنن؟ خورده میشه آقا سیتونه. خب فکر می‌کنی من فکر می‌کنم به خاطر اینکه جلوی تصویر نیستن. حالا اینجا که تصویر نداره ولی جلوی صحنه نیستن در حقیقت. می پشت صحنه همیشه حق آدمایی که پشت صحنه خورده میشه. آخه ببین همیشه هم نه، یعنی توی مثلا مارکت آمریکا اینجوری نیست. چرا هست دیگه؟ مگه هم آهنگ نیستش که خب الان مثلا فینیس پرودوسر بیلی آیلیشه. ولی آره ولی همه میذارن رو سرشون حلوا حلوا. ولی مثلا پرودوسر امیلی تو یانگ مانی چقدر پرودوسرها پول نگرفتن؟ آخه ببین پول نگرفتن اسمشو خورده. آره ولی مثلا همون امیلی پرودوسرش بود اون آهنگش که ریک راست نمیتونه بکنه. مثلا اون یا آهنگش ریک راست دیس برد منو میخونه رایولز بیکام یور آیدلز این تو میگه I have a wish I'll let all producers be paid. بعد نشون میده اسم دونه دونه پرودوسرهایی که آهنگ هیت دادن پولشون رو ندادن. مثلا میگه پرودوسر یان مانی فلانی. خب ولی ببین خب یعنی تو میاد یه آهنگ خفن براش میفهم چی میگم خیلی جا افتاده تر از اینجا. اینجا تو فکر کن مثلا یه پرودوسر آنون یه بچه 16 ساله یه بیت خفن میزنه میفرسته مثلا برای خودت. آره ته کاری که بکنی اینه که اسم یارو رو میزنی. آره. یه تگم بکنی که دیگه حال اساسی رو بدی. خب تازه ما دیدی اینجوری میکنیم که شاخ نشه طرف. این فرنگ سگ ایرانه و اونم حق میدم به خاطر اینکه انقدر اون بزن بعضی موقع حال لادی گایی پول بگیره حتی پول که باید بگیره. آره. من خود من آجی جدی میگم پول باید بگیره اون موقعی که حالا مثلا میگم اسمی اونقدر معروف نبودم ولی مثلا برای بقیه بیت میزدم خب باید پول میدادم. آره. در اسپل ولی فقط اسمو میزدم. ولی خب اون پروموشنه باعث میشه بعدا خود درآمدزایی کنی دیگه. اون لاجیک این راه ایرانی شه کاملا. آره ایرانیه. خب. مثلا یه دونه ریمیکس هست حالا نمیدونم بعدا اگه یادم بیاد اسمشو میذارم تو دیسکریپشن همین ویدیو. پسره پاکستانی بوده هر روز مثلا برمیگشه از مدرسه خونه ریمیکس میکرده یه روز یه دونه رو پخش میکنه میت میدونم کدوم اون برای اون گذاشتی آفرین اسلش میکنه دیگه آفرین زندگیش این رو به اون روشو. حالا اگه مثلا یه ایرانی بود خواننده کپی رایت میزن خودش میزن شرش بعضی موقع ها اسم نمیارم بعضی از آرتیست اسم کروسخون رو نمیزد گفت شاخ میشه خیلی لاتیه کروس خونده یزید من حاجی. این فقط راجع پرودوسرم نیست. آره. راجع لیریک هم همین جوریه. من دیدم که خواننده خفنه مثلا لیریکو از یکی گرفته اصلا نگفته خونده عشقم کرده هیچ جا هم نمیگه مثلا زشت شاخ به قول تو مثلا شاخ. آره. میشه این خیلی اشتباهه به نظر من. هر کی ممکنه اینجوری حقش خورده شه. آره. حالا چه جوری باید چیز بشه مثلا باید یه اتحادیه ببین من نه خودم دارم مثلا یه حرکتی میزنم الان افتر اومد بیرون خب اسم منم خورده بود مین آرتیست ولی خب من نخونده بودم یه سری بک وکال ریز بود ولی اونقدی مثلا واضح نبود بخاطر اینکه خب بیتو زده بودی دیگه. دقیقاً من بیتو زده بودم و از این به بعدم تمام کارهایی که بیتو بزنم پرودوس کنم. آفرین. خب میزنم مین آرتیست که این قضیه جا پرودوسر ببین اگر مثلا میگم بیشتر از خواننده زحمت نکشه کمتر نمیکشه. من که میگم بیشترم میکشه به خاطر اینکه هزار بار باید یه چیزی رو گوش بده دیزاین کنه برای اون خواننده اصلا برای اون وکال میدونی تصمیم بگیره چجوری شروع شه چجوری تموم شه. اگه اون دو تا لاین سه تا لاین حتی با هارمونی میخونه این داره 10 تا لاین رو تصمیم میگیره که هر جا چه صدایی بده. میدونی چی میگم جفتشون خیلی مهمن ولی پرودوسر واقعا که اچاف میشه. چرا اجرا هم که پول نمیگیره اینو بگی. دقیقا. این خیلی نامردیه چون فرض کن طرف بیتو میزنه به تو میده من خودم الان 1000 تا تو بیت برام زدی من رفتم پولشو درآوردم من تو هیچ قراردادی نشیم که تو پولی بگیری. دقیقا. خب این تقصیر خودت هم هست. آره. میدونی آره. یعنی باید جا بیاد حتی تگ صوتی هم نداشتم که پس فردا این بیت یه جا بره اصلا یکی خوشش بیاد اون بعد تگ صوتی رو حتما به بچه‌ها بگو بزنن.
تگ صوتی خیلی مهمه واقعا برای پرودوسر. من خودم بعد از این همه سال ندارم و تو فکرشم که به زودی تگ صوتی ولی این آفرین مثلا مین آرتیست کردن پرودوسر چیز خوبیه. ببین ولی این که هر کیه بیتی میزنه که صرفا یه مثلا 4 تا سمپله مثلا فاز اینو نگیره که من دیگه الان مین آرتیستم. میفهمی چی میگم؟ این قضیه پرودوس کردن خیلی قضیه مهمیه، فراتر از بیت زدنه. از 0 تا 100 تا فاینال پروداکت تصمیم بگیری، میدونی اون آهنگی که میاد بیرونم از زیر دست تو رد شده به اسم تو ساخته. یه جوری مثل کارگردان فیلمه، درسته؟ آره دیگه. قدیم خب مثلا این شکلی بود فکر کنم، یکی میومد شعر رو مثلا از شهریار قنبری میگرفت، خب آهنگو شهریار باز... شهریاره آره شهریار نیست جدا ایول که گفتی نمیدونستم و مثلا آهنگو از اسفندیار منفرد زاده میگیره. آره خب بعد میرفت مثلا میداد 4 تا خواننده تست میکردن، خب یکیشون خفن تر میشد مثلا منصور و مرتضی، همه اینا رو یا نمیدونم پولشون رو میداد یا قرارداد میبست درصدی کالتکس رکورد آفر، هر چقدر در میومد شیر میکرد. ولی چه جالب بوده اون وقت مثلا منفرزاده و شهریار قنبری اینا توی یه اتاق میشستن با هم دیگه کار میکردن، یا اون یه تکست رو میداده فکر کنم. ببین تهیه بالاخره که در ارتباط بودن، ولی این تهیه کننده نقش لیبل بوده، این پرودوسر اصلی اون بوده، پرودوسر بوده واقعا تهیه میکرده همه چیز. خب الان واقعا یه جوری تو میکنی این کارو دیگه. آره دیگه، میگه آقا مثلا این آهنگ کوروش میخوره بهش تو میخوری فلان. ولی خب الان مثلا خود کوروش هم تخش پروداکشن داره دیگه. حالا همین رو میخوام بگم، ببین بیت میکر با پرودوسر فرق داره. از این موقع تو میتونی پرودوسر باشی ولی بیت میکر نباشی. تو خودت ممکنه خیلی از پروژه هاتو پرودوس کنی. آره جمع میکنی. من تو پرودوسر بودم خودم خبر نداشتم. سیجل همین تو، کوروش همین تو، میدونی چی میگم؟ آرتا خب بیت میکر هم، آرتا بیت هم میزنه لابلا واقعا. خب ولی مثلا میگم شما چون رپ میکنین صرفا نمیشین، ولی تصمیم میگیری که الان اینجا گیتار نیازه، الان باید اینجا مثلا پیا اینجا وکال دختر میخوام. خب یعنی تو یه جوری پروداکشن دیگه. ولی ما خب ذهنیت اینه که حتما باید بیت میکر باشه پرودوسر. ببین بیت پرودوسر میشه اون تو که باز میره توی بخش دیگه. ما ارنج بای نداریم، تو الان ارنج خودت ارنج بای ورسو کورس اینا رو میچینه سر جاش. ارنج کردن یعنی ببینین جابجایی هر کدوم این پترنایی که تو با هر لاین نیوزدی رو بهش میگن عملشو ارنج کردن. یه میدونی منسوخه ولی میتونی استفاده کنی. خیلی بده ارنج، ارنج بای خیلی خوب، ارنج بای یزیه. ولی آره دیگه به نظر من قضیه پرودوسر خیلی خیلی مهمه، بگاهی شده اصلا و از خرابه خیلی، نه باید نادیده گرفته شه بیچاره به خاطر اینکه ضرر میخوره مارکت اگه پرودوسر ترناف بشن بیت خفن درست نکنن. اصلا موقعی آهنگو با یه پرودکشن خوب میشه موفقش کرد، صرفا یه دونه وکال و یه دونه ملودی و یه شعر خوب کافی نیست. حالا آهنگای بیلی آیلیش واقعا منو خیلی فینی تحت تاثیر قرار میده، خیلی پرودکشن خفنی داره، مجبور میشن بخونن سر همین که حقشونو بگیرن، شاید نخواد اصلا بگیرن. ببین دقیقاً خیلی از شاعرا هم همینجوری شده. مثلا تکست ما رو نخرید، نه حالا جدی میتونه اصلا نخونه، میتونه بنویسم بدم خوب بگیر، اگه اون بهتر میخونه جهانی میشه میتره، ولی نمیده کشو، نمیده کشو بعد بده. این سیستم چرخنده‌اش نمیچرخه، داری کشو نمیدی، مارکت مریضه. آقا آخری سوالی که دارم اینه که اگه از تمام آدمایی که آهنگاتو یه بارم گوش دادم بتونی یه درخواست بکنی از تمام فنا، یه کار برات واقعا انجام بدن، اون چه کاری؟ برای من؟ آره چه سوال خوبی کردی، موضوع فکر ریز و کنم. دوست دارم تعصب رو بذارن کنار، مثلا اگه یکی یه چیزی یا حتی یه شوخی میکنه که خیلی سنگینه تو یه دیده بازسری ببینن خوشونو بذارن جای اون، خیلی سریع واکنش نشون ندن. ایوان چه چیز باحالی گفتی، فکر میکنم اسم یه چیز دیگه، من دنیا واسه یه جای دیگه بود. خیلی باحال گفتی، من اینو دوست دارم. آخه مثلا خیلی میبینم که سریع ریاکت میکنیم ما، بعد حمله هم شخصیه، هیچ کدوم به ایده طرف، مثلا یارو یه ایده میده، این یه ایده مخالف میده، بعد در پاسخ کامنت ها رو میخونی یا ریدم به فیست، اصلا این ایده دوتا ایده مخالف این دوتا بس نمیشه. مثلا شاید این آقای داره میگه آقا مثلا چه میدونم هنرمند باید از درد اجتماع بخونه،
این میاد میگه نه وظیفه هنرمند اینه که تو رو شاد کنه. خب این دو تا ایده باحاله جلوی هم، ولی این میاد میگه تو بی‌ناموس اصلا دیگه تو عمله شخصی گم میشه. دقیقاً خاص و بیمی خیلی تک با اون سر استاپرسویس هم میکشیم چه برسه حالا رب سر هر چیزی سر مسی و رونالدو. برو ببین چیکار یعنی یارو فوشایی که بلد نیست واقعا. من میام فوش یاد میگیرم. من کامنت خیلی دوست دارم میخونم سر مسی و رونالدو چقدر دعوا شده تو ایران. یا حمله به همه میکنیم، یهو به خارجی ها یهو خودی میزنیم مثلا سجاد غریبی و نه سخه اونم که مثلا سیبیله داور مسابقه است یه اشتباهی میکنه پیجش کامنت ها بسته میشه، کامنت ها بین لیمیتد. اینا بده، این بده، این هست که بده، خیلی بده آجی. بد ملتی هستی خیلی پرشمون بالا. آقا دمتون گرم که تا اینجای پادکست رو گوش دادید و ما رو تماشا کردید. مرسی از تو. کنکاش چند بودی؟ این اولین کنکاش بود. بیا کنکاش یک. کنکاش شماره یک. این بناجی چون تو دکتر مهندس تو کنکاش بیا جدی. یه داداش از خود دکتر مهندس. خوبه دیگه بسته شماره. ولی مثلا چون این پروفسور صمیم امی نمیاد. تو مهندسی پزشکی داری دیگه، هم دکتری هم مهندس. اینا دمنم میکروبشناسم. میکروبشناس بودم. قبل رپ فارس من فکرم تنها میکروب شناسی هم که جدی میکروب شناس بودی؟ آره ایوان پشمان تو آزمایشگاه باید بیه موزون چه کاریه؟ میتونستی کووید 19 رو درمان کنی اگه ادامه میدادی مطمئن؟ اگه میومد واقعا بعد موقعی بود که میکروب شناس باشی. آره حاجی خوب شد رفر شدی چون این چالی نیست که راجعه اون همه میپرسن این چالی. بریم آقا بریم عشق منی. کامنت یادتون نره، سابسکرایب زنگوله، چاکس.